بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز. خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم در این روزهای پربرکت و شبهای پربرکت قدر، با امید به اینکه نماز روزاتون قبول درگاه حق باشه. خبر نور رو تقدیم حضورتون میکنم. ابتدا تیتر خبرها رو با هم میبینیم. زیر گرفتن نمازگزاران توسط خودروی در منطقه فینزبری پارک لندن. خامنه ای رهبران آمریکا را بی تجربه و تازه کار خواند. سپاه پاسداران مواضع داعش در سوریه را با موشک هدف قرار دادیم. محکومیت 21 تن به اتهام جاسوسی برای ایران و حزب الله در کویت. وعده آزادی در ازای دریافت پول از تخلفات مسئولان در زندان رجایی شهر کرج. بازداشت 3 شهروند کرد با اتهامات سیاسی و 2 دهه محرومیت قادر محمدزاده در زندان ارومیه. خب، شورای مسلمانان بریتانیا اعلام کرد امروز یک مهاجم عمدن با خودرو نمازگزاران رو هدف خود قرار داد. به گزارش واحد خبر نور، پلیس بریتانیا بامداد امروز اعلام کرد که یک خودرو در منطقه فینزبری پارک عابران پیاده را زیر گرفت که در نتیجه آن چند نفر کشته و تعدادی نیز زخمی شدند. به گفته شاهدان عینی، این خودرو نمازگزاران مسلمان که از مسجد معروف منطقه پس از نماز خارج شده بودند را هدف قرار داد. منطقه فینزبری پارک در شمال لندن واقع شده است. پلیس بریتانیا میگوید تا کنون تعداد قربانیان این حادثه به 3 نفر رسیده و وضعیت شماری از زخمی شدگان نیز وخیم گزارش شده است. در همین حال شورای مسلمانان بریتانیا اعلام کرد که خودروی مهاجم به مسلمانانی که پس از ادای فریضه نماز تراویح از مسجد خارج شده بودند حمله کرد و شماری از آنان را زیر گرفت. پلیس لندن اعلام کرد که 1 نفر را دستگیر کرده است. علت این حادثه که در فینزبری پارک واقع در شمال لندن و در یک منطقه اغلب مسلمان نشین رخ داده است هنوز مشخص نشده است. علی خامنه ای رهبر ایران در سخنانی به شدت به رهبران آمریکا حمله کرده و آنها را تازه کار و بی تجربه خواند. به گزارش واحد خبر نور، شب گذشته رهبر ایران در سخنانی شدید اللحن و خطاب به مسئولان کاخ سفید گفته است که اینهایی که تازه در آمریکا سر کار آمدند مثل این کسانی هستند که تازه وارد عالم چاقوکشی شدند. این چاقوکشان تازه کار و بی تجربه که به هر جا که میرسند یک نیش چاقویی میزنند، نمیفهمند چه کار دارند میکنند تا وقتی که توی دهانشان بخورد. وقتی توی دهانشان خورد، آن وقت میفهمند حساب چیست، کتاب چیست. به گزارش خبرگزاری های ایران، رهبر ایران گفت که مخالفان کشور از همان ابتدا با ایران مخالف بودند و بدون اسم بردن از رئیس جمهور آمریکا افزود حالا به این هارت و پورت های این بابایی که تازه آمده در آمریکا نگاه نکنید، اینها جدید نیست، اینها از اول بود، حالا زبان ها و لحن هایشان فرق می کند. آقای خامنه ای در ادامه سخنان خود گفته است که مخالفان جمهوری اسلامی تا کنون هیچ غلطی نتوانستند بکنند. رهبر ایران همچنین با اشاره به آنچه که وی دشمنان ایران میخواند گفت، این عناصر در عراق میخواستند خودشان را به مرزهای جمهوری اسلامی برسانند که جلویشان گرفته شد و تو دهنی خوردند، حالا هم که به کل دارند ازاله میشوند و جارو میشوند. وی در پایان با اشاره به حضور ایران در سوریه گفت که بخش مهمی از امنیت امروز مربوط به مدافعین حرم است و بخش دیگر امنیتمان مربوط به مرزداران ماست. لازم به ذکر است مدافعین حرم به کسانی گفته می شود که در کنار نیروهای اسد در سوریه با مبارزان سوری و غیر نظامیان می جنگند. روابط عمومی سپاه پاسداران ایران شامگاه یک شنبه 18 ژوئن در بیانیه اعلام کرد که نیروی موشکی نهاد نظامی مواضع گروه داعش در سوریه را هدف حملات موشکی خود قرار داد. به گزارش واحد خبر نور، روابط عمومی سپاه پاسداران ایران دیشب در بیانیه اعلام کرد که مواضع گروه داعش در سوریه را هدف حملات موشکی قرار داده است. بنابر این بیانیه، این حمله به تلافی حملات مسلحانه اخیر به ساختمان پارلمان و مزار خمینی است، حملاتی که گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت و هنوز ابهاماتی راجع به آن وجود دارد. استان دیر زور سوریه تقریبا به طور کامل در تصرف گروه داعش قرار دارد و تنها بخش
کوچکی از آن در کنترل نیروهای اسد است. بیانیه سپاه پاسداران نوشته است که مراکز تجمع و پشتیبانی و ساخت خودروهای انتحاری تروریست‌های تکفیری در منطقه دیر الزور در شرق سوریه هدف حمله قرار گرفته است. بنابر این بیانیه، موشک‌ها از پایگاه‌های هوافضای سپاه پاسداران در استان‌های کرمانشاه و کردستان واقع در غرب و شمال غرب ایران شلیک شده است. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران ایران گزارش داد که این حمله به وسیله 6 موشک میانبرد صورت گرفته است. این نخستین بار است که سپاه پاسداران از موشک‌های میانبرد خود برای حملات برون مرزی استفاده می‌کند. دادگاه تجدید نظر کووید دیروز 21 تن از متهمان هسته عبدالی که به جاسوسی برای ایران و حزب الله لبنان متهم شده بودند را به مدت‌های مختلف زندان محکوم کرد. به گزارش واحد خبر نور، دادگاه تجدید نظر کووید 21 تن از متهمان هسته عبدالی که به جاسوسی برای ایران و حزب الله لبنان متهم شدند را به حبس محکوم کرد. این دادگاه حکم اعدام حسن عبدالهادی حاجیه متهم اصلی این پرونده را از اعدام به حبس ابد تخفیف داد. بنابر این گزارش در همین پرونده 2 تن به 15 سال حبس، 15 تن به 10 سال حبس و 3 تن به 5 سال حبس محکوم شدند. همچنین 2 متهم نیز حکم تبرئه گرفتند. این پرونده به آگوست سال 2015 باز می‌گردد. در آن هنگام وزارت کشور کویت از دستگیری اعضای هسته تروریستی و ضبط مقادیر زیادی اسلحه متعلق به آنها در منطقه عبدالی در شمال پایتخت کویت خبر داده بود. موارد اتهامی اعضای این هسته چند مورد از جمله جاسوسی برای ایران و حزب الله لبنان و انجام اقداماتی که وحدت و سلامت ارضی کویت را به خطر می اندازد بود است. مسئولان زندان رجای شهر چندی پیش با دادن وعده آزادی به تعدادی از زندانیان این زندان از آنان مبلغ گزافی دریافت کردند. به گزارش واحد خبر نور، محمد مردانی، رئیس زندان رجای شهر و فرزندش در پرونده‌ای در شعبه 4 بازپرسی متهم شدند که در زندان اقدام به دریافت مبالغ گزاف از زندانیان می‌کردند و به آنان وعده آزادی می‌دادند. این زندانیان پس از پی بردن به دروغین بودن این وعده بارها از این مقام مسئول و پسرش شکایت کردند، اما نامه شکایت این زندانیان به تایید افسر نگهبان نرسیده و در نهایت این زندانیان مجبور به شکایت از طریق خانواده‌هایشان در خارج از زندان شدند. یکی از شاکیان محمد مردانی مرتضی محمدی است که از سال 91 به اتهام سرقت مسلحانه در زندان به سر می‌برد و حکم اعدام برایش صادر شده است. این زندانی محکوم به اعدام در اسفند ماه سال گذشته مبلغ 50 میلیون تومان به مردانی پرداخت کرده است. گفتنی است که مردانی به شعبه 4 بازپرسی و حفاظت اطلاعات و بازرسی سازمان زندان‌ها احضار و پسرش نیز بازداشت شده است. همچنین برای رئیس دفتر مردانی آقای عزیزی نیز قرار وثیقه صادر و از کار معلق شده است. نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و مامورین وزارت اطلاعات در مریوان و بوکان 3 جوان کرد را بازداشت کردند. به گزارش واحد خبر نور، نیروهای اطلاعاتی وابسته به حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران 2 جوان کرد را به نامهای امیر ارژنگی فرزند مختار و باسط بشرام از اهالی روستای نی مریوان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. این 2 تن در روز 25 خرداد ماه بازداشت شدند. از سرنوشت این 2 جوان کرد پس از بازداشت و محل نگهداری آنان اطلاعی در دست نیست. در گزارش دیگری آمده است رسول سلیمی از ساکنین بوکان پس از بازگشت از اقلیم کردستان در روز چهارشنبه 24 خرداد ماه در منزل شخصی خود از سوی نیروهای اداره اطلاعات بوکان بعد از ضرب و شتم بازداشت شده است. این 3 شهروند کرد به اتهام همکاری با احزاب کردی بازداشت شدند. قادر محمدزاده زندانی سیاسی کرد در زندان دریای ارومیه از 12 سال پیش در محرومیت به سر می‌برد. به گزارش واحد خبر نور، قادر محمدزاده، زندانی سیاسی که به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با احزاب کردی ابتدا به اعدام و سپس در دادگاه تجدید نظر به 20 سال زندان محکوم شد، در دومین دهه از حبس خود در محرومیت از اعزام به مرخصی به سر می‌برد. محرومیت وی از اعزام به مرخصی در حالی است که
اتهامات وی در دادگاه تنها با تکیه بر اعترافات تحت شکنجه صورت گرفته و دفاعیات وی مورد توجه قرار نگرفته و در پرونده وی اقدام علیه امنیت ملی نیز درج گردیده است. به همین علت وی از اعزام به مرخصی محروم است. آقای محمدزاده علاوه بر حکم 20 سال زندان در رابطه با اتهامات مذکور، در بهار سال 1390 نیز در زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام به 3 ماه حبس محکوم شده است. قادر محمدزاده متولد شهرستان بوکان در سال 1384 بازداشت شد. وی بعد از انتقال به زندان مرکزی ارومیه در پی حکم دادگاه، از آن زمان در بند 4 این زندان در بین زندانیان عادی و در شرایط عدم تفکیک زندانیان سیاسی نگهداری می شود. او تا کنون چندین بار به دلایل نامعلومی به انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و مجدداً به بند بازگردانده شده است. خب بینندگان عزیز، پایان خبرهای امروز رسیدیم. با آرزوی قبولی طاعت و عباداتتون شما رو به خداوند بزرگوار می‌سپارم. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.